بسم الله الرحمن الرحیم. در درس روز گذشته ما روی جور کردن و فعال کردن مالتیپل کرنسی در کویک بوکس صحبت کرده بودیم. بعد از این روی ساختن چارت اف اکاونت در برنامه کویک بوکس کار کردیم. ما روی از صحبت کردیم که اگر برای ما assets account ضرورت باشه، liability account ضرورت باشه، owner equity account ضرورت باشه، revenue و یا هم income account برای ما ضرورت باشه و یا هم expense، وارا ما چه قسم در برنامه کویک بوکس ایجاد میکنیم یا میسازیم پورا صحبت کردیم. اگر opening balance ما بخواییم add کنیم در بعضی account های خود، مثلا account های بانکی را اگر بخواییم که opening balance add کنیم چه قسم میشه، وارم صحبت کردیم. امروز ما و شما روی یک کماندی جدای دیگه که به نام میک جنرال جورنال انتریز یاد میشه روی ازی صحبت میکنیم. ما در اکاونتینگ سایکل اولین کماندی که داریم به نام جورنال یاد میشه. جورنال به نام اوریجینال بوک آف انتری یاد میکنه، یعنی به این معنی که به بار اول ما میخواییم که یک ترانزکشن ریکارد کنیم، باید دوره در کجا ریکارد کنیم؟ در جورنال. بعد از اون لیجر ترایل بیلنس و فاینانشل استیتمنت هسته. خب در ایچه ما چی وقت از جورنال استفاده میکنیم؟ ببینین در برنامه کویک بوکس به مشتری به صدها کماند اینجا وجود داره. یعنی اگر ما بخواییم که موضوعی که راجعی به مشتری باشه او را در برنامه کویک بوکس درج کنیم، بر از او کماندهای مشخص وجود داره. اگر ما بخواییم که یک ترانزکشن که مربوطی وندر میشه او را در برنامه کویک بوکس درج کنیم، بر از او کماندهای مشخص وجود داره. بعضی اوقات قسم میشه که ما یک ترانزکشن مشخص میخواییم ریکارد کنیم، برازی در برنامه کویک بوکس کدام کماند مشخص وجود نمی داشته باشه، باز بخاطر ریکارد کردن او کماند ما در برنامه کویک بوکس از میک جنرال جورنال انتریز استفاده میکنیم. یکی از سوال هایی که از پیش در انترویو میکنم، کسایی که در بخش برنامه کویک بوکس امتحان میتن، میگن چی وقت ما از کماند میک جنرال جورنال انتریز استفاده میکنیم؟ چرا ما میخواییم که ایره استفاده کنیم؟ ما خود اینجا بسطها کماند داریم. جواب شما ایست که بیادر وقتی که بخاطر ریکارد کردن یک ترانزکشن مشخص یک کماند مشخص وجود نداشته باشه، باز دو تو صورت ما شما از مینوی کمپانی کماند میکنه جنرال انتریز استفاده میکنیم. خب ما امروز بخاطر مثال کار میکنم روی ازی. امروز ما روی ریکارد کردن ترانزکشن های انکم صحبت میکنیم، اکسپنس هم صحبت میکنیم، کرنٹ ایسٹ ہم گپ میزنیم، فکس ایسٹ ہم گپ میزنیم، لائبلٹی ہم گپ میزنیم و بہن شکل اونر ایکویٹی ہم صحبت میکنیم. صحیح دیروز ما صحبت کردیم که اگر ما بخواییم که چی کنیم، انکم اکاونٹ جور کنیم، بخود جور کردن میتنیم. بطور مثال ما چند تا انکم اکاونٹ جور کردیم؟ بی بی اے ڈپارٹمنٹ و بی سی ایس ڈپارٹمنٹ. بطور مثال کسی که مدیری ثبت نام ما بود، اونا گفت که دهی ما که است، مثلا دهی روز که است، یک 20000 افغانی از پانزه اقتصاد و 30000 افغانی از پانزه کمپیوتر ساینس به دست آوردیم و این پیسه را روان کرد به کیشیر، کسی که کیشیر ما بود. خب پس این کار که شد، حال باید بخشین شما ای را در برنامه کویک بوکس برسانید. چی قسم شما ای را در برنامه کویک بوکس میرسانید؟ میان در مینوی کمپنی در ایجا میک جنرال جنرال انتریز کلک میکنم. خب اول کرنسی رو انتخاب میکنین که پول که شما دریافت کردین، انکمی که به دست آوردین افغانی است یا دلار است. من میگم نه بیدر، من افغانی رو به دست آوردین، چون هم کرنسی کشور ما چیست؟ افغانی است. بعد از که این انتخاب کردین تاریخ مشخص میکنین، این ترانزکشنی که ریکارد میکنی از کدام تاریخ است، پولی که به دست آوردی از کدام تاریخ است. میگم به تاریخ 15 مای فبروری 2022. چی شد؟ پیسه آمد پیش کی آمد؟ در کدام اکاونت پیسه آمد؟ به پیش کیشیر ما که در کیش اکاونت ما که اکاونت افغانی است، بر از او پیسه آمد. چقدر پیسه آمد؟ میگم 20000 افغانی یک دفعه آمد. خب این پیسه از چی آمد؟ او را باید شما مشخص کنید. ما میگم که دی ادمیشن انکم فور بی بی ای فاکلتی BBA faculty of the month of for the month of January for the month
month of February. به طور مثال از ماه فوریه ثبت نام شده. حتی اگر تو از یک نفر مشخصی پیسه را گرفتی میتونی که مثلا OTC نمبر مشخصی ID نمبر او کارمند مشخص هم درج کنی. ایره خو ما توتالش هم میگیم. ما برتان گفته بودیم که اگر ما بخواییم که مثلا هر 15 سمستروار ما بخواییم که بر از او مشخص کنیم که از این سمستر چند است، از این سمستر چند است، ما در آیتم لیست میریم. در اونجا ما چی میکنیم؟ ایره فعال میکنیم. حال فکر کن که در ماه فبروری ما 20,000 افغانی از این 15 به دست آوردیم. خب این پیسه را از چی به دست آورده که در کیش اکاونت افغانی پیسه اومد؟ ما میگیم پیسه را ما از آید 15 اقتصاد خود به دست آوردم. سلکو پی بی ای دیپارتمنت انکم است. و ایره که انتخاب کردی اونو کامنت همیشه که در پایین هم شما درج کنین مشکل نداره. بعد از او چی کار میکنین؟ سیو این کلوز کلیک میکنین. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم بیاین شما ببینین در کیش اکاونت ما که به نام افغانیستان 20,000 افغانی چی شده؟ اضافه شده اینجا بودن. حالا اگر ما شما بریم در ریپورت در ریپورت در کمپنی فاینانشل در اینجا پروفیت اند لاس استیتمنت ببینیم و تاریخ آل انتخاب کنیم، برای ما میگه بیادر فعلا خودت فقط 20,000 افغانی آید داری و هم از 15 اقتصاد است و نیت اینکمت که از 20,000 افغانی است. یعنی فعلا وضعیت بزنس تو که است، وضعیت مالی بزنس تو که است در حالت مفاد است، پروفیت است. بخاطر از اینکه پلس است ماینس نیست. اگه این منفی باشه به این معنی که ما در نقص هستیم. به اون شکل ما چی میکنم؟ ایره کلوز میکنم، میم باز در برنامه کویک بوکس در مینوی کمپنی در میک جنرال جنرال انتریس میگم باز به تاریخ 16 که هستن پول به دست آوردیم. چقدر پول به دست آوردیم؟ میگم که این دفعه 30,000 افغانی را به دست آوردیم. خب این پیسه را از چی به دست آوردیم؟ میگم که از 15 کمپیوتر ساینس به دست آوردیم، بی سی اس به دست آوردیم. در اینجا میتونی اونمو میموری که او دفعه نوشته کده بود اینجا نوشته کنیم. میگم که توتل Admission for the BCS faculty of the February months. ای مهم نیست که یه رقم نوشته میکنی، مقصد چیز رو نوشته کنی. اگر خودت نیستی سبا یک کس دیگه میاد بجای تو بفهمه که این پول که بدست آورده از طریق چی است و به خاطر چی است. بعد از اون تاریخ هم انتخاب کردم، کرنسی رو انتخاب کردم، انتری نمبر هم مشخص است که انتری که ما میکنیم نمبر چند است؟ 8 است. یعنی از این پیش تقریبا 6-7 دانه انتری شده. بعد از سیو این کلوز کلیک میکنم ببینید اون پیسه چقدر شده؟ 50,000 افغانی شده. حالا اگر بیان در ریپورت، در ریپورت هم دو جا برای ما نشان میده که بدر آید فعلی بزنس خودت که است چقدر است؟ 50,000 افغانی است. اگر ما بیایم در ریپورت روی بالانس شیت استاندارد کلیک کنیم، اینجا بیاین بالانس شیت، بیاین در بالانس شیت. خب برای ما برتون گفته بودیم در بالانس شیت امرای ما کدام اکاونت هست. ما او روز گپ زده بودیم که اول در بالانس شیت که هست بالانس شیت اکاونتس کم کم اکاونت رو بوده که اول اسیتس دیمون سر بازو جداست که او فکس اسیت است و کرنت اسیت است. صحیح است؟ او جدا گپ است. دوم چیز تا لایبیلیتی است امرای ما. بازو گپ جداست که شارٹ ٹرم لایبیلیتی و لانگ ٹرم لایبیلیتی. حالا بر شما پرکتیکل معلوم میشه که ببینید که چیزی که ما تیوری خوانده بودیم حقیقت داره یا نداره. دیگه چیز امرای ما شما اونر ایکویتی. صحیح است؟ و دا اونر ایکویتی امرای ما شما چیز تا درا است. صحیح است؟ کنتریبیوشن است و کپیتال اکاونت است. هست یا نیست؟ خب حالا شما ببینید که می اکاونت پیش شما در اینجا هست یا نیست. خب ما گفته بودیم که اول assets است امرای ما، سل کنی یک current asset است و دیگه چی است؟ fixed asset است. current asset تمام اکاونت های بانکی ما در چی میه؟ در current asset میه. اگر PT cash باشه، cash on hand باشه، cash account باشه، اکاونت های بانکی باشه، تمام ازی که است مربوط چی میشه؟ current asset. current asset ببینی نیشه برای ما میگه در current asset اول اکاونت های افغانی تا است. کدام اکاونت است؟ در EIB bank است. total افغانی اکاونت که است چقدر میشه؟ فعلاً که ما پیسه دو داریم 200,000 افغانی است. بعد از او کیش اکاونت است با افغانی چقدر پیسه است؟ 50,000. بعد از او اکاونت های دلاری بانکی است که یک ای بی بانک است دو تقریبا 184,000 افغانی که معادل فکر کنم به 2,000 دلار میشه. او را ما شما گفته بودیم که اگر ما هم کرنسی ما با افغانی باشه
هر وقت پول دلاری رو درج میکنیم در کویک بوکس برای ما بچی نشون میده را به هوم کرنس نشون میده. اگر یک کسی بخواد که برد بگه که بدر برای ما مشخص کو چقدر دلار میشه باز مشکل نداره، تو میتونی چه رقم میدونی اینو میره دبل کلیک کن اینه می اکاونت ایره که کلیک کردی بیا در کستومایز ریپورت در اینجا که آمدی در اینجا ببینین ما شما امرای خود یک کمان دیگه داریم در اینجا در بخشی کالمز در اینجا که آمدی پایین پایین بیا در اینجا یک کمان دست امرای ما فارین کرنسی و کرنسی اکسچنج ریت در اینجا هست پایین پایین بیاین میای پیدا میشالی. خب در اینجا ما آمدم بیا بیا شما متوجه این فارین کرنسی سه ایست فارین اماونت و کرنسیز چیستا اکسچنج ریتش چیستا بعد از اینکه اوکی کلیک کوین برای ما میگه که بیادر این می پیسه در حقیقت چیستا این پیسه در حقیقت 2000 دلار است اکسچنج ریت تو چند بود 92 بود و این کرنسی شم چیستا دلار است او را که تبادله کردی به هم کرنسی چقدر شد 1,84,000 افغانی شد. اگر کسی میخواست که الستریشن برشان بتین به این شکل دوره میتونین شما الستریشن بتین. خب بعد از او برای ما میگه که تو اکاونت دلاری تمونم یک اکاونت دلاری است که دو پیسه است. البته اینو متوجه باشین اکاونت هایی که دو پیسه باشه او را برای ما نشان میده. در اینجا اگر ما بیان در مینوی لست چارت اف اکاونت شما ببینین در اینجا دیگه اکاونت هم داریم ما اکاونت های بانکی ما این پشتنی بانک چون صفر است ایره نشان نمیده هم پشتنی بانک افغانی است و هم دلاری است یکی صفر است ایره برای ما در اینجا نشان نمیده چون اما نداره دیگه هر چیزی که صفر باشه به درد نمیخوره جمع شما منفی چه چیزی به درد نمیخوره صورت هر چیزی که ما اینطوری که داریم کلاً در چارت اف اکاونت شما کلش اکاونت هایی که ما گفتم در چارت اف اکاونت ما 5 تایپس اف میجر اکاونت داریم assets, liability, owner equity یا سه دانه مربوطی بالانس شیت میشه. اگر شما میخواستین که راجع به این معلومات داشته باشین مستقیم میرین در مینوی چی ریپورت دوجه در کمپنی فاینانشل بالانس شیت استاندارد انتخاب میکنین. اگر میخواستین که راجع به اکسپنس و ریوینیو و انکم خود معلومات پیدا کنین در اینجا ما دو اکاونت داریم این مربوط چی میشه پروفیت اند لاس یا انکم استیتمنت میشه. بعد از اون هم شما میرین در مینوی ریپورت دوجه در کمپنی فاینانشل د انکم استیتمنت استاندارد انتخاب میکنین. حالا ما شما در چی هستیم د بالانس شیت استاندارد کار میکنین. خب ټوټل اسټ کرنٹ اسټ برای ما میگه آیدی دفتر به شکل پول نقد کې هسته به شکل پول کې هسته چقدر هسته 438000 افغانی هسته یعنی کرنٹ اسټ ارزش د بزنس تو به شکل کرنٹ اسټ کې هسته با قیمت چی هسته 483000 افغانی هسته. اگر میخواستی که نه فکس اسید کمپانی خود میبینیم برای ما میگه کمپانی که از فکس اسید دو چیز داره یک کورلا داره و یک لند کروزر داره. کورلایش که از ارزشش 1,50,000 افغانیست و لند کروزرش که از ارزش 200,000 افغانیست مکمل توتل فکس اسید تو چقدر میشه 3,50,000 افغانی. اگر کس برات میگفت که بیادت تو بیا برای ما معلوم کو ارزش دفتر ما چقدر است مکمل ارزش دفتر ما تو کارنت اسید و فکس اسید مکمل جمع میگینی برش میگی که بیادت توتل اسید تو که از 784,000 افغانی ارزش دفتر یا بزنس خودت است. اگر پس سوای این تصمیم میگرفت به کس میگه که بیادر میره به 1,000,000 افغانی میفروشم چرا میفروشی که فعلا که است ارزش دفتر ما که است به حدود 784,000 افغانی است دیگه کاپی رایت هم هست خدمت که من کرده ای گودویل هست ای چیزا هست این کلش جمع شد تقریبا 1,000,000 افغانی به نظر میشه. بعد از او لایبیلیتیز قرضه چقدر خیلی ما از مردم قرض دارستیم ببینید اگر شما میخواستین ما شما یک فرمولا داریم ببخشید ما یک فرمولا داریم در اکاونتینگ فرمولی ما چیست یک فرمولا است به نام اکاونتینگ اکویشن مدلی اکاونتینگ اکویشن دو چی میگه دو میگه که بیادر همیشه اسیتس کی هستن یا اسیتس کی هستن اسیتس مست بی آلویز equal to liability plus owner equity ای به این معنی است که owner ببخشید owner اشتباه کردم owner equity ای به این معنی است که ارزش دفترت که چقدر است 784,000 افغانی بود یا ای 784,000 افغانی را تو از یک جای قرض گرفتی و یا هم سرمایه شخصی owner بود owner equity است ای 784,000 افغانی و یا هم ای را که است مکمل قرض است در این دفعه چی میکنیم ما میبینیم در اینجا چی است چقدر قرض دار است ما شما قرض گرفتیم سل کنین توتل لایبیلیتی ما میایم
یک لون فرام ایکس وای زد کمپانی 100,000 افغانی از این کمپانی گرفتیم. توتال کارنت لایبیلیتی ما 100,000 افغانی است. لانگ ترم لایبیلیتی ما کس 200,000 افغانی است. یعنی دفتری ما بر علاوه از اینکه 784,000 افغانی ارزش داره، 300,000 افغانی که از قرضدار هم است. اینو در نظر بگیریم. چقدر قرضدار است؟ 300,000 افغانی قرضدار است. اینو ما چی میکنیم؟ در اینجا میرسانیم که 300,000 افغانی ما در اینجا قرضدار هستیم. پلاس اونر اکویتی ما چقدر است؟ بیاین در اینجا در اونر اکویتی اکاونت در اینجا ببین، در اونر اکویتی یک اوپنینگ بیلنس اکویتی هم هست برای ما. شما اوپنینگ بیلنس اکویتی ما چقدر است؟ 2,84,034 افغانی است. 2,34,000 افغانی هم برای ما ای است. پلاس دیگه چی است برای ما شما؟ دیگه امرای ما شما اگه ببینید که در اینجا چیست، اونر اکویتی تقریبا 200,000 افغانی کپیتال اکاونت است و 100,000 افغانی چیست کنتریبیوشن شده و 100,000 افغانی درا است. توتال اونر اکویتی ما چقدر است؟ 200,000 افغانی. ای خو ایم اکویتی است، اوپنینگ بیلنس است. یعنی از سال قبلی امرای ما شما چی بود؟ مانده بود. سرمایه صاحب بزنس است، خویی که از اوپنینگ بیلنس است. در سال قبلی کلوزینگ بیلنس بود و در این سال اوپنینگ بیلنس است. و ای که از ناو امسالی چی کرده سرمایه گذاری کرده؟ چقدر سرمایه گذاری کرده؟ 200,000. اصلا که است 200,000 سرمایه گذاری کرده بود، 100,000 دیگه هم آورد، باز 100,000ش پس گرفته. چقدر میمانم برای ما شما؟ 200,000 افغانی. اینم نوشته میکنیم اینجا. 200,000 افغانی را در اینجا چی کردیم؟ درج کردیم. یا کلوزینگ بیلنس مثلا این بزنس ماست، هر سال که از ختم سال مالی داره نداره، باز در ختم سال مالی اگر فکر باشه بانک ها چی میکنه، با یک روز دو روز که از تعطیل میباشه بند میباشه، میگه برادر ما حساب داریم، حساب کتاب خودم میکنیم، شما بانک بسته است. و چی میکنه؟ اکاونت هایی که در آخر سال سوره کلوز میکنه. اگر تو در بانک اکاونت داشته باشی بر مسیج میاد، ای بی بانک ایمیل بر ایمیل میاد که برادر امسال کلوزینگ بیلنس اکاونت تو اینم قدر است و اوپنینگ بیلنس با سال نو چی قدر است، اینم قدر است. اونم چیزی که کلوز است در سال نو چی میشه؟ اوپنینگ بیلنس میشه. اگر اونها چارجز مارجز چیز دیگر داره، اونم کات میکنه اسپیشال چیزی باقی که میمونه در حسابت، اون رو به نام اوپنینگ بیلنس سال دیگه میمونه. این کمپانی رو که ما جور میکردیم، یک چیزی اماونت اوپنینگ بیلنس رو اد کرده بودیم، دیروز شما نبودیم، اون رو کرد کردیم، او به این معنی اوپنینگ بیلنس که در سال قبلی که ما حساب کردیم این قدر داخل سال ما این قدر پیسه یا سر مردم یا از خود ما بود، صحیح است؟ او بود در سال دیگه که رساندیم به حیث اوپنینگ بیلنس رو میرسانیم دیگه. اینی قدر پیسه را که از صاحب بزنس که از نقد سرمایه گذاری کرده 200,000 افغانی را، سایز 200,000 افغانی چیست؟ ایر نقد سرمایه گذاری کردن. خب آلی باز شما ببینید توتال اکویتی چقدر میشه؟ 4,84,000 افغانی. این آلی ایر اردویش جمع که چقدر میشه؟ 4,84,000 میشه یا نمیشه؟ 2,34,000 و 204,84,000 ایر میشه که شما یک جای نوشته کنین میشه جدا جدا. ما خب با جدا جدا بخاطر از اینکه اعداد از همون چی گرفتیم؟ از بلنس شیت گرفتیم که شما معلوم شود. چقدر است؟ 34 بود، 84 هستن. انسان کو اینجا هسته 4,84,000 به خاطر از اینکه 50,000 افغانی راستی اوجه ما چی هم داشتیم. انسان کو اینجا 34,000 خواب 4,34,000 خود ماست. باز این نت انکامی ما شما که از ایم اونر اکویتی است دارایش است، به خاطر از اینکه مفاد به دست آورده ایره ممرض چی میشه؟ جمع میشه. ایره که جمع کنید 50,000 افغانی آل چقدر میشه؟ 4,84,000 افغانی میشه مکمل. خب آل ما ایره چی کردم؟ مکمل نوشته کردم 4,84,000 افغانی. آل ماشین حساب ما میکشم ببینین شما، یک خود کسی که مدیر مالی ما بود برای ما گفت که رئیس ارزشی دفتر ما که است تقریبا به حدود 7,84,000 افغانی است. ما میگم چرا بیادر ای از کجا شد یا چرا رقم است؟ ما از کس قرضدار هستیم؟ برای ما میگه بیادر رئیس 300,000 افغانی که است ما از مردم قرض گرفتیم و در پلوش که است 4,84,000 افغانی که است ای اونر اکویتی ماست. 300,000 افغانی یا چقدر خودت سرمایه گذاری کرده بودی؟ 200,000 افغانی سرمایه گذاری کرده بودی و 4,34,000 افغانی از سال دیگه مانده بود و 50,000 افغانی رو ما مفاد کردیم که مکملش جمع شد. چقدر میشه؟ 4,84,000 افغانی. اینال 4,84,000 افغانی را ما جمع کنم امرای 300,000 افغانی
چقدر میشه؟ 7,84,000 افغانی شد یا نشد؟ یعنی اون مو اکاونتینگ اکویشن که برای ما اصول است تصدیق شد یا نشد؟ همیشه تو که در بزنس مثلا سرمایه گذاری میکنی یا از کسی قرض میگیری و یا چیزی ارزش بزنس که هست او را خودت سرمایه گذاری کردی. در این بزنس ارزش بزنسی که ما 7,84,000 افغانی داریم، اینقدر ما قرض گرفته بودیم به خاطر ران بزنس و اینقدر از خود ما بود که دهی 50,000 مفاد ما هست که ما به دست آوردیم. صحیح شد؟ یعنی اینمی چی شد؟ اینمی فرمولا رو ما ثابت کردیم که assets must be always equal to liability plus owner equity. اگر تو باز میخواستی که مثلا owner equity رو معلوم کنی، سلکو owner equity ما اینجا است. اگر میخواستی owner equity رو معلوم کنی چه رقم میکنی؟ owner equity مساوی میشن با چی؟ مساوی میشن assets منفی چی؟ liability. این حال اگر تو میخوایی که ما چقدر سرمایه گذاری کردیم در پالیزی که ما مفاد به دست آوردیم، خب چقدر پیسه سرمایه ما شما؟ 7,84,000 افغانی. از این منفی کو چی را؟ اون liability چقدر است؟ 300,000 افغانی است. این را منفی کو مساوی میشه با چند؟ این ماشین حساب ما کشیدم، اینجا است ماشین حساب. ما میگم از این بگیم منفی کو چند؟ منفی کو 300,000 افغانی که ما از مردم قرض گرفته بودیم. این چقدر میمانه؟ 4,84,000. برای ما میگه که بدر 4,84,000 افغانی که هست، این فعلا می بزنس تو که است ارزش پولی داره. ارزش بزنس تو که است 4,84,000 افغانی است. مکرر. اگر باز تو میخواستی که معلوم کنی که مثلا ما چقدر اصلا سرمایه گذاری کرده بودیم، او را میخواستی معلوم کنی، باز چه کار میکنی؟ از اونر اکویتی که هستن، اونر اکویتی که تو معلوم کردی، از این منفی میکنی. چی را؟ نیت انکام منفی میکنی. نیت انکام که منفی کردی مساوی میشه با چی؟ با اونمو ارزش اصلی تو که مثلا تو چقدر کپیتال سرمایه گذاری کرده بودی. این حالی از 4,84,000 افغانی که 50,000 منفی شد چقدر میمونه؟ 4,34,000 افغانی از ما و شما اصل نمو پیسه ما بود، چیزی که از سال قبلی پیش ما به شکل اوپنینگ بیلنس و چیزی ما نقد سرمایه گذاری کرده بودیم. اگر میخواستی که باز سرمایه گذاری تو معلوم کنی، از امی 4,34,000 افغانی منفی میکنی اوپنینگ بیلنس او رو که منفی کردی، و تو نمو کپیتال اکاونتت معلوم میشه که تو چقدر سرمایه گذاری کردی. این حالی اینجا ببین امرای ما شما چقدر اوپنینگ بیلنس است؟ اوپنینگ بیلنس اینجا ببین چقدر است؟ 2,34,000 افغانی. خب ما چی کار میکنم؟ از 4,84,000 افغانی یک دفعه منفی میکنم 50,000 افغانی که ما مفاد به دست آورده بودیم. چقدر میمونه؟ 3,34,000 افغانی نت توتال اونر اکویتی است. باز اگر تو میخواستی که اونر کپیتال اکاونت معلوم کنی، از این منفی کو چی را منفی کو؟ اوپنینگ بیلنس سال قبلی چقدر است؟ 2,34,000 افغانی. 2,34,000 افغانی را که من منفی کنم، اینا مکمل میمانه 200,000 افغانی این کپیتال اکاونت ما شماست. اینجا بیاین 200,000 افغانی کپیتال اکاونت ما است یا نیست؟ است امرای با شما. صحیح شد؟ به این شکل شما با خود چی میکنین؟ محاسبه میکنین. یعنی بیلنس شیت طریقه کاریش تشریح، اگر با کس تشریح میکنین به این شکل شما تشریح میکنین. خب ما یک ترانزکشن ریکارد کردیم چون دیگه گیر اومده محمد مالک. خب پس میریم چی میکنیم؟ در چارت اف اکاونتس میریم، فقط یک انکم ترانزکشن ما ریکارد کردیم. حال قسمی شد که بیادر وقت مصارفات آمده انکم خوشد، به اون شکل شما هر چقدر ریکارد میکنین ریکارد کرده میتونین. اگر فروشات داریم اینجا بیان ببین ما به نام سلس اکاونت داریم یا نداریم؟ داریم. مثلا در این ما که ما دیگه فروشات داریم، کمپانی ما که هست هولسیل است، یا پروڈکت را سلس میکنیم و پرچیز میکنیم. فروشات داشتی بیاد اینجا از این چقدر پیسه بدست آوردی؟ میخواستی ترانزکشن رو ریکارد کنیم در کمپانی بیا در مینوی کمپانی در اینجا میک جنرال جورنال انتریز کلک کو، تاریخ انتخاب کو، بگو به تاریخی 17 ما چی کردیم؟ به دلار پیسه بدست آوردی یا به افغانی؟ میگم به دلار پیسه بدست آوردیم. صحیح است؟ به تاریخ 17 اکسچنج ریت چند بود؟ ما میگم به 90 دوستا اکسچنج ریتش به طور مثال. خب پیسه را که بدست آوردی به کدام اکاونت روان میکنی؟ به کدام اکاونت روان میکنی؟ مثلا به کشیر روان میکنیم. کشیر؟ آه USD. آفرین. اماونت افغانی را در اکاونت افغانی ارج میکنیم، اماونت افغانی را در اکاونت دلاری را در اکاونت دلاری درج میکنیم. خب او دفعه اگر شما بیادتون باشه ما کش اکاونت افغانی اکاونت
دبیت میکنیم. حالا چی میکنیم؟ USD اکانت دبیت میکنیم، ایر انتخاب کنیم. چقدر پول در اینجا آمد؟ با سر کو اکسچنج ریت تغییر خود پس رو جور کن. ما میگم مشکل نداره. 0.5 هیچ مشکل نداره. صحیح است. امی 0.5 2.5 میگیریم میره. خب چقدر پیسه از طریق سلز به دست آوردیم؟ ما میگم که 200 خوبی خیلی زیاد است. $1,000 به دست آوردیم. خب از چی به دست آوردی؟ اینکم اکاونت تا مشخص کو. ایر از پنتون به دست آوردی یعنی کدام سلز فروشات داشتیم؟ ما میگم سلز داشتیم. صحیح شد. بعد از اینجا نوشته میکنی که This is the total sales. Total sales for the month of February. This is the total sales for the month of February. ایده کپی کردم اینجا پیست کردم بعد رو سیوین کلوز گفتم. حالا بیا در اکانت دلاری در کش اکانت ببین چقدر پیسه آمده؟ $1,000 آمده. حالا که بریم در ریپورت با سل کو در اینکم ستیتمنت که هستم همراه ما ریپورت ما اپدیت میشه. یک اینکم اکانت دیگه هم اضافه شد بنامه چی؟ یعنی به این معنی چیزی آیده که ما به دست آوردیم از سه اکانت به دست آوردیم. تقریبا به قیمت 92,500 افغانی فروشات داشتیم. 30,000 افغانی از 15 کمپیوتر ساینس به دست آوردیم و 20,000 افغانی را از 15 اقتصاد به دست آوردیم و توتال انکم ما چقدر است؟ 1,42,500 افغانی. حالا اگر ما شما بریم در کجا بریم؟ در بیلنس شیت بریم اتوماتیکلی در اونجا چی میشه؟ اونر اکویتی هم اضافه میشه. توتال اونر اکویتی به خاطر از اینکه خودش که است اکویتی دارایی ما شما است نه؟ ما شما میم در کجا در ریپورت میریم؟ د کمپنی د بیلنس شیت استاندارد میریم د شما ببینین اتوماتیکلی د اونجا نت انکم ما چقدر شده؟ 1,42,500 افغانی و ټوټل اکوټی مم چی شو تغییر کده اینجا این 92,000 افغانی د اونجا اضافه شده. باز اگر به کس میخواست الستریشن تشریح بدی به این شکل کل شبرش یک دانه چی میکنی تشریح میکنی. خب انکم اکاونت ترانزکشن ما شما تانستیم که ریکارد کنیم. حالا چی کار میکنیم؟ اکسپنس ترانزکشن رو ریکارد میکن. اگر مصارفات باشه مثلا به مصارفات ما ببینیم اینقدر اکاونت ها داریم. مثلا ادورتایزینگ پروموشن اکسپنس داریم، کامپیوتر اینترنت اکسپنس داریم، ملس انترتینمنت داریم. کدام ترانزکشن به نظر شما حساب کنیم؟ معاشات پرداخت کردیم. صحیح است. معاش کارمندا رو چی کردیم؟ پرداخت کردیم. میایم در مینوی کمپانی در میک جنرال جنرال انتریز میریم. دو تا کارمندای ما داخلی است و دو تا کارمندای ما خارجی است. سایس برازو چی کردیم؟ ماش پرداخت کردیم. این حال ماشه که به دو تاش به افغانی پرداخت میکنیم، به دو تاش به دلاری پرداخت میکنیم. چی کار میکنم؟ میگم اولین ترانزکشن ریکارد میکنم افغانی است. خب به کدام تاریخ میگم؟ به تاریخ 20 ما چی کردیم؟ امروز چند است؟ 20 است. میگه امروز که از پول پرداخت کردیم. خب پولی که پرداخت کردی مربوط کدام اکاونت میشه؟ کدام اکاونت دبیت میشه؟ میگم پیرول اکسپنس ماست. خب پیرول اکسپنس یک یک دانه را میتونی جدا جدا ریکارد کنی. اگر میخواستی که مکمل کلیر تشریح بدی یک یک به هر کارمند جدا جدا چی کو ترانزکشن ریکارد کو. باز در دفتر چه رقم میکنه؟ مثلا دفتر ما که هستن اونا چه رقم میکنن؟ اونا یک کس تا کارمند داره به نام مدیری معاشات. او مدیری معاشات چی کار میکنه؟ کل کارهایش در اکسل جور میکنه. مثلا نوشته میکنه در ماه جنوری مکمل معاشای کارمندای ما چقدر شد؟ مثلا 200,000 افغانی. صحیح شد. 200,000 افغانی در پالوی ازی که هست مثلا 50,000 افغانی را کارمندا به شکل ادوانس گرفته. این کلش توتال میکنه روان میکنه کسی که مدیر مالی است. او باز یک ترانزکشن ریکارد میکنه. مثلا پول پرداخت کرده از پشتنی بانک نه است د بانک د اکاونتش روان میکنه. باز اونمو پشتنی پیرول اکسپنس چی میکنه؟ دبیت میکنه و کردیت میکنه کدام اکاونت؟ پشتنی بانک افغانی یا دلری اکاونت چی میکنه؟ او را کردیت میکنه. مکمل او تو نمیشه که باید یک دانه کارمن چی کنه؟ ریکارد کنه. چون او هم کسی که اکسل جور میکنه دوش مکمل ریکارد است توتال اماونتش هم میگیره در پروگرام اکسل. باز یک ترانزکشن ریکارد میکنه. شما باید چی کار کنین؟ به خاطر از اینکه وا خود اکسل حساب کتاب میکنه. اگر شما مکمل در کویک بوکس کار میکنین به هر کارمند چی کو جدا جدا ترانزکشن ریکارد هیچ مشکل نداره. زیاد کارمند داشته باشید 80 کارمند از خو زیاد نیستن. به خاطر از اینکه کار ثابت پاک شود مکمل چی کو یک یک ترانزکشن رو به هر کارمند ریکارد کو. خب پیرول اکسپنس گرفتم. ما میگیم که 200 مثلا 10,000 افغانی را به یک کارمند خود ماش پرداخت کردیم. 10,000 افغانی دبیت شد رفت از پیش. در کجا رفت؟ در پیرول اکسپنس رفت. ما گفته بودیم که هر وقت که ایسیت و اکسپنس ما زیاد میشه چی میشه؟ دبیت میشه. مصارفات ما زیاد شد دبیت شد یا نشد؟
پولی که پرداخت میکنیم مصارفات ما زیاد میشه نمیشه اون سر کور دبیت انتخاب کردیم پیرول اکسپنس چی کردیم دبیت انتخاب کردیم خب ده اینجا میتونی که نوشته کنی که 10,000 افغانی سیستا AFN paid as a salary for Ali یا for Islam as a salary یا for the month of January بس خلاص صحیح شد 10,000 افغانی رو ما پرداخت کردیم از سیلری با اسلام برای مای جنوریش صحیح شد و یک چیز دیگر هم متوجه باشین اگر نام کارمند انتخاب کنیم بسیار خوب میشه یعنی پیش از پیش باید ما شما چیکار کرده باشیم نام کارمندای خود درج کرده باشیم اینو خب مثال کار میکنیم ما روی ازی گپ میزنیم که کاستمر چه قسم جور میشه وندر چه قسم جور میشه امپلای چه قسم جور میشه خب ما عاجل دیگه چی میکنم وای 3-4 نفر اد میکنم اومدم در اد نیر گفتم برای ما یک امپلای میخوام که یک امپلای رو اضافه کنم اوکی کلیک کو نام امپلای چیز نوشتم که مستر اسلام تخلصش میگم صفای بس دیگه چیزایشو درج نمیکنم اوکی کلیک کردم ایجا فقط میگم برای ما میگه که میخوای فدرال تکس و دیگه چیزایش ارد کنیم میگم نه او را بان او را باز گپ میزنیم شما یک نفر به نام اسلام صافی امپلایی ما چی شد؟ اضافه شد خب ای را که هست ما پرداخت کردیم بایی که؟ با اسلام صافی خب ای را از کجا پرداخت کردی؟ از کیش اکانت پرداخت کردی؟ بانک مثلا چی روان کردی؟ مثلا ایمیل روان کردی که اکسل شیت د دفتر چی رقم میکنه؟ آه پیرول دوتا رو در بانک روان میکنه از طریق یک ایمیل مشخص باز اونا چی میکنه؟ اونمو ایمیل میبینه یک نفر مشخص برای شدگی سوار کلش هم به اساس نمو ترانزیشن ها رو ریکارد میکنه به خود 10,000 روان میکنه برای 20,000 برای ما 5,000 برای 30,000 به کلش هم تو به اساس اونمو پیرول دوتا چی میکنه؟ ترانسفر میکنه اوره خب اینجا آمد ما میگم که ایره ما انتقال از بانک انتقال ندادیم نه از پشتنی نه از ای آی بی ایره ما میگم از به شکل کیش برای کارمند چی کردیم؟ پرداخت کردیم از کدام اکاونت؟ از کیش اکاونت افغانی ما فرهاد پرداخت کرد کیشیری ما شما که هستن و اوجه چی میکنه؟ باز یک اوچر واری جور میکنه در اوچر چی میکنه؟ امضای کارمند میگیره که ما اینقدر پول بین می کارمند پرداخت کردیم امضایش میگیره او را پیش خود نگاه میکنه باز اونمو ورقه که هسته در کویک بوکس درج میکنه ورقه میبینه باز او را در کویک بوکس چی میکنه؟ ریکارد میکنه اگر زیاد ضروری باشه میتونید که شما او اسناد سکن کنین او را در کویک بوکس او را چی کنین؟ امرای ترانزکشن ریکارد اد کنین و اگر ضروری نباشه خیر او را پیش خود فایل میکنی و ترانزکشنش را ریکارد میکنی بله مشکل باید جدا جدا اوچر جور شد بخاطر داکومنتیشن پیش تو باید اسناد باشه خب کویک بوکس ریکارد کردی خب به خاطر داکومنتیشن پیش تو باید باشه که سبا اون نفر منکر شد که ما هیچ پیسه نگرفتیم اینو بیاد ریچ امضا کرد پیش ما ورق ماندگی است اسلیپ اسلیپ خب او اینطور است که جور میشه او خب ای که است اوچر بعض جایی که است اسلیپ است بعض جایی که است اوچر جور میکنه اوچر امضایش میگیره گرفتی گام مرا خب ایرم دمیجه نام از این نفر چی میکنین کپی میکنین پیست میکنین بعد میشه که همزمان چندین ترانزکشن دیگر ریکارد کنی مشکل نداره اور کمپاوند ترانزکشن میگه خب من سنگل ترانزکشن ریکارد میکنم بعد از چیکار میکنم اومدم نیچا این معلومات کپی میکنم که بعدن ضرورت میشه سیو این نیو گفتم سیو این کلوز نمیگم دیگر ترانزکشن ریکارد میکنم میگم به اینمی تاریخ که است باز چیکار کردیم ما پیرول اکسپنس ریکارد میکنم به خاطر از اینکه پول پرداخت کردیم به شکل پیرول چقدر پول 20,000 افغانی رو پرداخت کردیم خب اینا با کی پرداخت کردی نام نفر ذکر میکنی میگم این دفعه به نام به خاطر سلام صافی اینا پرداخت کردیم سلام صافی پرداخت کردیم این ماش مای جنوری عزیزتا و این دفعه 20,000 اینا جور میکنم او دفعه چند بود 10,000 افغانی بود در اینجا نام نفر میگیریم نام نفر اسلام است نمیگم یک نفر دیگر اد میکنم در ایمپلای میریم اوکی میگم نامش چیست میگم مستر سلام برزو صافی نوشته میکنم بعد از اوکی کلیک میکنم اوکی کلیک کردی لیو اس از انتخاب میکنم خب ایره از کدام جا پرداخت کردی میگیم ایرم از کیش اکاونت افغانی ما پرداخت کردیم اتوماتیکلی نام دیتا چیزاش خودش کاپی میشه اگر انتخاب نکنی میشه مشکل ندارد دم یک ترانزیشن هم که نام مشخص کردی اون کفایت میکنه خب بازم انتخاب شو خوب است بعد از سیو نیو میگم باز به این تاریخ که هستن ترانزیکشن رو دیگه ریکارد میکنم مگم او چیست دلاری است خب پول به این تاریخ اکسچنج ریت چند بود در تاریخ 20 92 بود یا زیاد است میگم 92 است خب چی کردی باز پیرول اکسپنس میگم ما مشای کارمندان خود پرداخت کردیم خب یک چیز متوجه باشین ما میرم میخواستم که براتون کار کنم که همیشه شما وقتی که
ترانزکشن ریکارد میکنین و او دلار ریکارد باشه، یعنی معاش کارمندان را شما به شکلی چی پرداخت میکنین؟ به شکلی دلار پرداخت میکنین. به خاطر اینکه هوم کرنسی ما شما چیست؟ افغانیست. اتوماتیکلی وقتی که توری انتخاب میکنی اکسچنج ریت چی میشه؟ دیسیبل میشه. یعنی شما اگر معاشم پرداخت میکنین کارمندان را، او را کالکولیت میکنین به چی؟ با افغانی اکسچنج ریت روز نوشته میکنین و او را باز شما در اینجا چی میکنین؟ ریکارد میکنین. اینجا میبینین اتوماتیکلی دیسیبل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هوم کرنسی ما شما چیست؟ افغانستان. حالا چی کار میکنیم ما شما؟ در اینجا اگر شما US دلار هم انتخاب میکنیم هیچ به درد نمیخواد. چی کار میکنیم؟ اون نمور پس افغانی انتخاب میکنیم و پیرول اکسپنس مشخص میکنیم در اینجا و در اینجا چی کار میکنیم؟ میگم اکاونت افغانی را. خب باز در اینجا چی میکنیم؟ شما او را اکسچنج میکنیم. چه قسم اکسچنج میکنیم؟ اکسچنج ریت امروز نوشته میکنیم مثلا 92 است. میگم 92 ضرب چند مثلا از این نفر 200 دلار معاش هستن یا 500 دلار میگم. 500 گرفتیم از ایکوال تو چند میشه؟ 46000 افغانی. نوشته میکنم که 46000 افغانی چی شد؟ ای ماش از این نفر است و در اینجا در میموم نوشته میکنیم که ای را ما 46000 افغانی را پرداخت کردیم. 46000 افغانی صحیح است؟ ای تو نوشته میکنم 500 دلار ضرب 92 صحیح است؟ ایکوال تو چند؟ 46000 افغانی صحیح است؟ افغانی پیر از ده سیلری فور جان نوشته میکنم. چی کردیم؟ در کجا آمده؟ خب ای را بجای زی نفر، خب این لائن مکمل ما دیلیت کنم که اشتباه شده، این در اینجا آمده. خب دوالا رفتم، خب در اینجا اونمور در اینجا کپی میکنم، پیست میکنم، در اینجا نام چی را انتخاب میکنم؟ بجای زی جان نوشته میکنم و امیر بازم در پایینم جان نوشته میکنم. جان سپیت هر بالا که هستن. در اینجا چی میکنم؟ 46000 افغانی را نوشته میکنم و دنمو اوچره که شما سر کارمند خود امضا میکنین هم باید اکسچنج ریت چی کنین؟ مشخص کنین که ما اینه قدر افغانی 500 دلار دادیم، خو امروز اکسچنج ریت 92 بود، ما بر از او که محاسبه میشه چقدر میشه؟ 46000 افغانی میشه. خود اینجا نامشه مشخص میکنم. مثلا آمدم در اینجا گفتم در ایمپلایی نام کارمند چیست؟ مستر جان سمیت نوشته کردیم بطور اسمان مثال. اوکی کلیک کردیم و بعد از او ایر انتخاب کردم. بعد از چی کار میکنم؟ در اینجا نامش مشخص میکنم و منون فره و سیو این کلوز میگم. حالا شما بیاین ببینید در اینجا از امو افغانی اکاونت ما چقدر پیسه مانده؟ میگه 26000 افغانی ای اکاونت قرضدار شد، یعنی کشیر از جیب خود پیسه داده و پیشش پیسه نبود. حالا چی کار میکنیم؟ ما شما در اینجا در ای ای بی بانک افغانی اکانت پیسه داریم یا نداریم؟ با کشیر ما میگیم که بدر شما بریم 100000 افغانی را از بانک بگیرین پیش خودتان بانین که پیشتان باشه به حیثی به خاطر مصارفات که مصرف کنی اورا. باز به خاطر این ریکارد کردن ترانزیکشن میان در میک جنرال جنرال انتریز ما برازی یک کماند جدا هم داریم ترانسفر فند پورا آلی گپ نمیزن بعدن گپ میزن. میگم به تاریخ 20 چی کار کردیم؟ به تاریخ 20 ما گفتم که با کشیر پیسه آمد د کیش اکاونت افغانی. چقدر پیسه آمد؟ 100000 افغانی آمد. این پیسه از کجا آمد؟ ای را از پشتنی بانک ای ای بی بانک افغانی اکاونت چی کردم؟ ترانسفر کردم. نوشته میکنم که 100000 افغانی ایف این ترانسفر از کجا ترانسفر؟ ترانسفر فرام ای ای بی بانک تو کیش اکاونت. کیش اکاونت کدام اکاونت؟ افغانی ایف این. و در اینجا نوشته میکنم فرهاد که مشخص شود. اونم معلومات ما کپی میکنیم عزیزم دی اینجام پیست میکنیم و نامش هم حتی میتونیم مشخص کنیم. میگم نه مشخص نمیکنیم چون هر چیزی روشن است. سیو این کلوز میگیم. حال پس قرضداری فرهاد چی شد؟ 74000 افغانی شد. به خاطر از اینکه فرهاد 26000 افغانی را از جیب خود داده بود. پیش فرهاد به پول پیسه دفتر که از چقدر مانده؟ 76000 افغانی مانده. حالا اگر ما بیایم در ریپورت که آمده در کمپانی فاینانشل در پروفیت اند لاس بیاین شما ببینین ما فعلا در مفاد هستیم یا در نقص هستیم. به خاطر از اینکه زیاد پولم پرداخت کردیم ماش کارمندای خودم. برای ما میگه که بیادر تو مکمل انکم 1,42,000 افغانی است و مکمل مصارفات تو که از فقط در بخش پیرول است. توتل پیرول که تو پرداخت کردی تقریبا چقدر است؟ تقریبا 76000 افغانی است و از امی نیت انکم که است 76000 افغانی که کم شد چقدر میمونه؟ 66500 افغانی. یعنی فعلا دفترت که است مفادش که است 66500 افغانی است. این در نقص نیست، فعلا وضعیتش خوب است. حالا اگر ما شما بیایم چی کار کنیم؟
the منوی ریپورت بریم پاس د کمپنی فینانشل د بیلنس شیټ ستاندارد بیم ببین از مو اکاونت های بانکی من پول ما چی شده کم شده د ای ای بی بانک 200000 بود نبود چقدر مونده 100000 افغانی مونده و پیش کی شهر ما تقریبا 74000 افغانی مونده صحیح شد به مو شکل اگر شما بیاین ټوټل اسټ مون چی شده 8,500,000 افغانی است و به مو شکل اگر بیاین شما د اینجا ټوټل اکوئیټی مون چی شده 500 افغانی مونده برای ما شما یعنی 5,500 افغانی شده به خاطر از اینکه هر چه قاعد ما زیاد میشه به مو شکل اکوئیتی ما چی میشه زیاد میشه خب و حالا اگه شما ببینیم توتال اسیت ما چقدر است 8,500,000 افغانی و توتال لایبیلیتی و اکوئیتی ما چقدر است 8,500,000 افغانی یعنی حساب کتاب ما تا فعلا چیست منظم پیش میره مشکل نداره ببینین هر وقت که شما چیکار کنید پیشتر اگر شما باید تن باش ما که ترانزکشن ریکارد میکردیم ده اینجا وقتی که ماش کارمندار را پرداخت دیگه پول میتونی به شکل دلاری ریسیو کنی مشکل نداره پیشتر ما ریکارد کردیم نه که پول به شکل دلاری ریکارد کردیم مگر وقتی که اکسپنس ریکارد میکنین شما او رو مجبور هستین به چی کنورت کنین به هوم کرنسی هوم کرنسی ما چیست افغانستان اگر هوم کرنسی شما دلاری باشه و شما فارین کرنسی را افغانی گرفتین باز شما نمیتونه که اکسپنس های خود به افغانی چکن مجبور هستین ده هم کرنسی خود چیکنین کنورت کنین و او را درج کنین ریکارد کنین برنامه کوئک بوکس حالا چون افغانی بود به او خاطر دلاری رو ما ریکارد میکردم اکسپنس ما را قبول نمیکرد انکم چیزا را میتونیم به طور مثال سل کنین ما میگم دلاری انکم به دست آوردیم چیکار کرد چی را اکاونت دلاری را مثلا انتخاب کردم در اکاونت دلاری پشتنی بانک ما چی شد پیسہ آمد کجاست پشتنی بانک اینا میستا پیسہ آمد چقدر پیسہ آمد به طور مثال میگم $1,000 آمد خب این پیسہ را از چی به دست آوردی ما میگیم این را ما از سلس به دست آوردیم فروشان داشتیم کدام مشکل نداره شما میتونین که مثلا اینکم اکاونت به شکل فارین کرنسی ریکارد کنین هیچ مشکل نداره خب مگم وقتی که اکسپنس ریکارد میکنین باید به شکل هوم کرنسی شما باشه و هوم کرنسی افغانیست باید او را کنورت کنین با شما تا اینجا سوال است پیشتان کله چې موږ هم کرنسی په هغه باندې فارین کرنسی باندې بدلو اکسچینج ریټ ورته اخلو مثلا افغانستان بانک یو څو سره انتخاب وکړي بالکل بالکل دا چې بانک ته لاړ شي مثلا زما مارش دی $500 زموږ اکسچینج ریټ او د بانک اکسچینج ریټ بیا فرق کوي نه هلته بیا شاید چې ماته $400 راځي $400 دی حالت کې بیا کارمن ته خو فکس پیسې واغ نه شي بیا موږ بل اکاونټ تو ګین اینډ لاس کوم دیس از شیک څنګه شته هغه شته خپل کوئک بوکس ته خپل خېچې څومره ګین اینډ لاس تا کړی دی پوښ خبر باندې خو اصول سره رقم دی اصول هغه سینه دي چې ما ته فکر کو هغه د حساب دي چې د بیرون پیسې را لګي مثلا څو وخت مخکې زما یو څو تقاوتي پیسې وي زمونږ یو دفتر هغه خارج کې دغه پیسې را لګلې هغه پیسې موږ ته اکسچینج کړې وي نو پیغام په هغه وخت کې په څو کې دوه تیا کې کړی که په دوه نوي کې کړی وي دلته چې راغلم دوی ویلي چې اکسچینج ریټ ما کیس ما نه میتونیم که مثلا از یک نود یک بالاتر پیسه پرداخت کنیم این نمیشه هیچ اجرا نمیکرد باز یک جای دیگه یک بانک دیگه بود غسن فر بانک پیش زو رفت بغلان بازو پول پرداخت کرد په داخل افغانستان که هغه سی نه دی په داخل افغانستان که ورور تا چې دی یا ډالر درکوي یا افغانۍ درکوي صحیح ده دلته خو کوئک بوکس کې موږ داسې رسو اوس د مثال په طور باندې ته زما کارمند دی ماش ډالري اخلي ستا اکاؤنٹ ڈالری دی زتا تا ڈالر لے گما کوئک بوکس کی ریکارڈ کو ما چھ ما دتا دونا ڈالر ور کلو پا غورس باندی خو پا ما غورس باندی ایکسچینج ریٹ افغانی سر دوغ نو چھن زمنگا بودی چھ پا افغانی و مون دتا ڈالر ور کلو سبا چھ دا رقم کیشیر دی اغا حساب ور کی خپل رئیس مالی تا اغا ور توئی چھ ما سر دونا افغانی وی اغا ما کنورٹ کی ڈالر ہوتا دے کس ما ڈالر کی اکاؤنٹ کی ڈالر ور کلو صحیح دا اغا ما سر دا پ مقابل کی دونا افغانی شتری دا سو گور داغه ایکسچینج ریټ دماغ ور سو 92 هغه چې زر کې وګور 92 حساب پات دی هغه ته ګین ان لاس نکیږي په داخل کې بیرون نشي سوق ته پیسې ترانسفر کوي بیا هغه ته ګین ان لاس ته پکې مطلب دی واغه سر داخل کې حساب پاک دی ما ستاد ماش ډالری دی صحیح ده ما سره ډالر نشته ستاد خو ډالر افغانۍ نشم درکول افغانۍ ایکسچینج کوم ډالر ته ډالر درکوم خو ځان سره رسوم چې ما کس دې کس ته $2 ورکړو خو په هغه ورځ باندې ما ایکسچینج افغانۍ ایکسچینج کې ډالر ته او ایکسچینج ریټ دوه نش پیسې ډالر ومن سره صحیح ده دا وزن سر نوٹ کو ہم کو اچھا روسی اچھا رکم نکل کی پا کوئک بوکس کم دا ریکارٹ کی دا ریکارٹ کا ہوئی بل رازمہ دا خود چی شو دو انکم و ایکسپنس ٹرانزیکشن را ماشو ما ریکارٹ کردن دا دیکھ خود سوال نشتا دے دیگا امرائی ماشو ما میمانا چی میمانا امرائی ماشو ما فکس سیٹ میمانا بطور مثال ما
ایجا خو موتر چیزار خو گفتیم که چه قسم خریداری میشه ایره گفتیم یا نگفتیم خو اسید چه قسم شما چه میکنه اسید خو بیشتر ریکارد کردیم کرنت اسید کلش ترانزکشن هایش گفتیم و یکی فکس اسید چه قسم ترانزکشن ریکارد میشه روزی قبلی گفتیم در درس روزی قبلی میام سری لایبیلیتی اگر ما و شما مثلا اینجا ببینین امرای ما در اینجا ما چقدر قرضدار هستیم از ایکس وای زد کمپانی 100,000 افغانی قرضدار هستیم هستیم یا نیستیم و فعلا در کدام جای ما 100,000 افغانی داریم یا نداریم ببینین ما در پشتنی بانک 100,000 افغانی داریم ما چه کار کردیم در 100,000 افغانی را از ایکس وای زد کمپانی دیگه هم قرض گرفتیم به خاطر رننگ بزنس رن کردن بزنس خود و این پیسه را کجا روان کردیم این دفعه میگم در ای آی بی پشتنی بانک روان کردیم در پشتنی بانک هیچ پیسه ما نداریم داریم نداریم آمدیم در کجا در مینوی کمپانی در میک جنرال جنرال انتریز میگم به تاریخ 15 که هسته ما پول به دست آوردیم چقدر پول به دست آوردی و پول کجا روان کردیم میگم پول به دست آوردم در پشتنی بانک روان کردیم چقدر پول هست 100,000 افغانی را به دست آوردیم ایر از کجا به دست آوردی؟ از کس قرض گرفتی؟ از کدام اکاونت دیگه ترانسفر کردی؟ چه رقم است؟ نه آید به دست آوردی؟ نه میگم که ایر لون گرفتیم از ایکس وای زد کمپانی صحیح شد؟ ما گفته بودیم که همیشه اسیت مزیارت میشه چی میشه؟ دبیت میشه قرض که میگیری اسیت هست یا نیست؟ پیسه برد میای نمیای اسیت مزیارت شد یا نشد؟ پس باید اونو اکاونت که دو پیسه میای او چی شد؟ دبیت شد لایبیلیتی ما لایبیلیتی که همیشه زیاد میشن لایبیلیتی ما زیاد میشه برعکس چیست کردیت میشه نه میشه ما از ایکس وای زد کمپانی 100,000 افغانی زیاد شد قرضدار شدیم یا نشدیم که قرضدار شدیم میشه کردیت کردم یا نکردم گیرم کردیت شد صحیح است اونمو اصول شما یاد میگیرین به اون شکل ترانزکشن ها رو ریکارد میکنین و اگه او قسم یاد نداشتی ام یک ترانزکشن که پیدا کردی که دبیت شد یا کردیت شد برعکس دیگه ترانزکشن چی میکنی اگه دبیت باشه اور کردیت میکنی اگه کردیت باشه اور چی میکنی دبیت میکنی د اینجا میگم که 100,000 افغانی ریسیوید از لون صحیح است فرام XYZ کمپانی فور د سکند تایم حتی ایرم نوشته کنید پیش این دفعه دوم است که ما چی میکنیم قرض میگیریم از او لون میگیریم ایرم ما کاپی کردیم اوکی کلیک میکنیم حتی میتون نامش هم اینجا مشخص کنی در اینجا میای میگم اد نیو نیم میریم د ادر این دفعه بجای نه وندر انتخاب میکنیم نه کاستمر نه امپلوی ادر میگم د ادر که آمد نام نفر چیست نوشته میکنم که ایکس وای زد کمپانی صحیح است و حتما اون کمپانی نام نفر داره نداره مثلا میگم که نام نفر کی است حضرت ولی است حضرت ولی صافی این اونرش است و نام کمپانی چیست ایکس وای زد است اوکی کلیک کنیم بعد از او سیو این کلوز میگیم وقتی که سیو این کلوز کلک کردیم آلی بین در پشتنی بانک امرای ما شما چقدر شده توتل افغانی اکاونت ما شما چقدر پیسه داره 200,000 افغانی داره و اگه ایجا بیم در لون ما شما ایکس وای زد لایبیلیتی ما چقدر میشه 200,000 افغانی ایده ایجا اضافه میشه اگر در ریپورت برین در اونجا اضافه میشه در بالانس شیت بیاین شما در اینجا که آمدین امرای ما شما ایجا آل انتخاب میکنیم آل که انتخاب کردیم بالا میریم آل انتخاب میکنیم آل حالا که انتخاب کردین حالا ببینین د کرنت لایبیلیتی ما شما د کجاست لایبیلیتی د اینجا هسته او لون فرام ایکس وای زد چقدر شده 200,000 افغانی شده یعنی به این شکل ما شما چی میکنین لایبیلیتی اکاونت جور میکنین به طور مثال رئیس گفت که این نفر که بسیار شله بوده ما کسی که از پیش ما قرضدار بودیم زیاد شله بود گفت والا این پیسه را به تیوی رقم اصول رقم رئیس برای ما گفت که بیادر ببین مدیر سه پیش تو پیسه هست یا نیست داد افغانی پیسه دارم که می نفر بسیار شله سیر پیسیش خلاص کنیم ما که رفتم چی کردم ما گفتم بله در اکانت های افغانی ما کس 200,000 افغانی داریم و از این نفر ما 200,000 افغانی قرضدار هستیم گفت که پول از این چی کو پرداخت کن پولش پرداخت کن حالا اگه تو میخوای پول از این کلیر کنی پس دیگه جای ما پول داریم یا نداریم ببینین ما پول داریم یا نداریم در اکانت های دلاری ما پول داریم 200,000 افغانی نه 2,000 دلار داریم بسیار پیسه است پیسه از این پس میدی ایره چه قسم ریکارد میکنیم بیاد دم اینوی کمپانی دا میک جنرال جنرال انتریز دا اینجا که آمدی میگم ترانزکشن که ریکارد میکنیم افغانیستا با کدام تاریخ با تاریخ 20 پیسیش پس چی کردم کلیر کردم خب چی کردی پیسه را با کی دادی ایکس وای زد ببینین هر وقت که لایبیلیتی ما کم میشه چی میشه دبیت میشه
پس سوالی که کم میشه اونو اکاونت که کم میشه اونمو رو انتخاب میکنیم کدام اکاونت ما پولیش پرداخت کردیم میگیم که loan from XY زید ایر انتخاب کردیم و ایره که پول پرداخت کردی از کدام اکاونت پرداخت کردی از کدام اکاونت کم شده پولیت استیت ما که کم میشه چی میشه کردیت میشه حالا شما اونو اکاونت انتخاب میکنیم میگیم که ایره از ام ای آی بی بانک انتخاب میکنم و ام پشتنی بانک انتخاب میکنم میگم 2000 افغانی که هست که ما پرداخت کردیم یک دفعه میشه ترانزکشن ریکارد کنی میشه که متفاوت دو ترانزکشن ریکارد کنی صحیح است میگم نه 2000 یک دفعه 100000ش از پشتنی بانک کریدیت کردیم و 100000 دیگه ش از ای آی بی بانک چی کردیم کریدیت کردیم یه پرداخت کردیم ده اینجا نوشته میکنم که 2000000 افغانی پیج صحیح است افن paid to XYZ company صحیح شد این قدر افغانی رو ما به XYZ company چی کردیم پس paid کردیم اینجا چی میکنیم او رو در اینجا paste میکنیم حتی میتون اینجا نام company شم چی کنیم مشخص کنیم اونری company کیست اونری company حضرت ولی صافی دیدگاهش انتخاب نمیکنی اینجا فقط لون که از XYZ company مربوط که میشه ای میشه و یا خود مربوط خود کمپانی ما میشه چیز نیاز نیست که تو رو انتخاب کنی فکر کنم در ترانزکشن قبلی مو رو انتخاب کنم جش نکریم صحیح است بعد سیو این کلوز میگیم آل شما بیاین لون ما چه رقم شده لایبیلیتی ما صفر شده نشده و اکاونت های پولی که در اکاونت های افغانی داشتیم چقدر شده صفر شده اگر ما بیایم در اینجا ببینیم در کمپانی سناپ شات کلیک کنیم که ما چقدر قرضدار هستیم از مردم سل کنین اکاونت پیبل ما چقدر اکاونت لون فرام چی ایکس وای زد کمپانی صفر است اگر اکاونت پیبل های خود ببینیم اکاونت پیبل ما چه رقم است صفر است فعلا هیچ از هیچ کس قرضدار نیست و برای ما نشان میده که بدر در اکاونت دلاری که است 92500 افغانی وجود داره یعنی اونمو دلار است که فکر کنم که 100000 افغانی دلار است که را به افغانی کنورت میکنه و به مو شکل پیش فرهاد که است در اکاونت افغانی ما چقدر مانده 74000 افغانی مانده و اینقدر دلار مانده در پلو یزی که از دیگه در اکاونت های بانکی هم که ما اکاونت های بانکی دلاری خود که هم پول داریم 200000 دلار دلار داریم که او کنورت میشه به افغانی 1,84,000 افغانی میشه اینو به ایجام برای ما نشون میده کجا که بیایید در لفت آیکن بار روی کمپانی سناپ شات کلیک کنیم مکمل یک اوورویو کمپانی رو بهت نشون میده حتی برای ما میگه که یک انکم ما زیاد است دی ما و یا اکسپنس ما زیاد است برای ما میگه مای فبروری که است از تاریخ اول تا 20 که است تو تقریبا به حدود 74000 اکسپنس کردی و به حدود 142500 افغانی عاید داشتی یعنی عایدت نسبت به چی چیست این اکسپنس که است خوبتر است خب و اگر بیایم در اینجا در ریپورت هم شما بیاین در کمپانی فاینانشل در بالانس شیت بیاین در بالانس شیت که آمدین ببینین لون فرام ایکس وای زد کمپانی بیخی گم شده هستا لون فرام ایکس وای زد به خاطر از اینکه اکاونت صفر شده که صفر شد گابش خلاص فقط از ای ای بی بانک 200000 افغانی قرضدار هستیم اینو چرا دوجا نشون نداد در کمپانی سناپ شات بیاین ببینیم که قرضدار هستیم یا نیستم از ای ای بی بانک ان لون فرام ای ای بی بانک هست یا ایجا نیستا باید باشه اینجا loan from XYZ company ده اینجا نیست خب قرضدار نیستیم ده اونجا چرا نشان داد برای ما خیلی یک دقیقه باش بیان که ما اشتباه کردیم liability loan from AIB bank هستیم 200000 افغانی بیا ده اینجا ده لیست چارت اف اکاونتس بیا ده اینجا loan from AIB bank ببین هست یا نیست یک دقیقه loan from XYZ company هست loan from AIB bank هستیم 200000 افغانی قرضدار هستیم اینجا نشان میده برای ما یه سابق گرفته بودیم صحیح است این اگر کلیر میکردی او هم کار خودت است اگر کلیر نمیکردی هم تو بانش خب به این شکل شما میتونین چی کار کنین ترانزکشن های مختلف ریکارد کنین اکسپنس شد لایبیلیتی شد انکم شد اونر اکویتی در ریکارد قبلی ریکارد کردیم اونر اکویتی شما نبودین چه قسم اونر را چه قسم میشه خب میایم چی کار میکنیم به طور مثال امیرم خلاص میکنم قرضه ای ای بی بانکم خلاص میکنم که بفهمی شما به شما پیسه نبود ای ای بی بانک زیاد شلا بود که بیدار وقت قرضیت پوره شد و پیسی در پرداخت کدو سر سر افغانی رئیس اونر بزنس ها گفتم که بیدار ما پیسه نیاز داریم تا فعلا چقدر سرمایه گذاری کده کپیتال اکاونت اونر چقدر است دو سر سر افغانی است میگم یک دو سر سر افغانی دیگه هم بودی که قرضی امی جوان دیگر هم خلاص کنیم از ای ای بی بانک آمدیم در کجا در مینوی کمپنی در میک جنرال جنرال انتریس میگم به تاریخی می بیست که است چی شد پیسه چی رم پرداخت کردیم لون فرام ای ای بی بانک گرفته بودیم ایرم پرداخت کردیم چقدر است 200000 افغانی شد پرداخت کردیم
کوئی پیسہ را اس کجا پرداخت کری اس کا قرض گرفتی میگم نے اونر کنٹریبیوشن کت کیپیٹل اکاؤنٹ چھ نہ میکنم کنٹریبیوشن کت میگم کیپیٹل اکاؤنٹ خو نمو اکاؤنٹ اس کی داول چھ سرمایہ گزاری میکنا دو جام بیشا کنٹریبیوشن بعد از کی سرمایہ گزاری کت دفتر دا بزنس پول ضرورت میشا پول امی تو کنٹریبیوشن میگم میگم بھی کنٹریبیوشن کا دو کنٹریبیوشن گرفتم دچی کتم دا ای ای وام تاتم بہتر پیسے خلاص دیکھے گا اپنا زم میگم کی 200,000 افغانی 200,000 اے ایف این صحیح تھا پیڈ فور EIB بانک صحیح است و ده اینجا نوشته میکنم ده پایین 200,000 افغانی افغانی که است contributed صحیح است contributed by the owner to pay EIB loan صحیح شد بعد از اون فقط save and close میگم آل شما ببینید loan EIB چه شد صفر شد و در کنتریبیوشن اکاونت چقدر شده؟ 100,000 قبل ما ای کنتریبیوت کرده بود ایره ما خوانده ایم دین روز کار کرده بودیم و 200 آلی کنتریبیوت کرد چقدر شده مکمل ازی؟ اون ریکویتی ما چقدر است مکمل؟ 400,000 افغانی بخاطر ازی 200,000 افغانی اول سرمایه گذاری کرده بودی 300,000 افغانی دیگه کس کنتریبیوت کرده مکمل چقدر میشه؟ 500 میشه نمیشه و 100,000 افغانی رو پس درا کرده به خاطر مصارفات شخصی از بزنس گرفته مکمل از چقدر اکویتیش میشه 400,000 افغانی کبا گرفتین یا نگرفتین این ترانزکشن را که ریکارد کردیم شما شاید گیج شده باشین که استاد چه رقم دبیت و کردیت از چه رقم شد آمدم نیجه پس پریویس ترانزکشن انتخاب کردم ببینین ما گفته بودیم همیشه لایبیلیتی که زیاد میشه چی میشه؟ لایبیلیتی که زیاد میشه و کم که میشه؟ اینجا دبیت کردیم نکردیم همیشه اونر اکویتی گفته بودم اونر اکویتی ریوینیو و به مو شکل لایبیلیتی ما یکی زیاد میشه دبیت میشه که کم میشه نه ببخشید که زیاد میشه کردیت میشه کم میشه دبیت میشه این حال سل کنیم اونر اکویتی زیاد شد چی شده کردیت کردیم نکردیم زیاد که میشه برعکس مثل ایسیت و اکسپنسز که زیاد میشه کردیت میشه که کم میشه دبیت میشه و ایسیت و اکسپنس که هسته زیاد میشه دبیت میشه کم میشه کردیت میشه حالا ما این لون کم کردیم کم کردیم لون که کم کردیم چی میشه دبیت میشه و در پالوی ازوی که از اونر اکویتی کنتریبیوشن که زیاد شد چی میشه زیاد که شما کردیت میشه کم که شما دبیت میشه این حالی رو شما سل کنین ترانزکشن نتیجهش هم صحیح بود حالا اگر بیایم در مینوی ریپورت در اینجا در کمپانی فاینانشل در بالانس شیت قرضداری ما چی شده بیخی هیچ نداریم و اکاونت بیخی صفر کده لایبیلیتی اکاونت هست اینجا نیست فقط اکویتی مانده لایبیلیتی چیز نیست به این شکل شما میتونین چی کار کنین با صدها ترانزکشن ها ریکارد کنین یک کس از پیش راپور میخواه رئیس از پیش راپور میخواه که بیادر امروز چقدر ترانزکشن ها کردی برای ما راپور شبدی ولی تو میگی که بیادر یکی دانان ما از کجا پیدا کنیم اگر میخوایی که تمام ترانزکشن های امروز که ریکارد کردی در برنامه کویک بوکس اگر فروشات داری اگر مصارفات داری اگر اعداد است هر چی کس میخواست معلوم کنی بیاد در مینوی ریپورت که آمدی در ریپورت که آمدی در اینجا در چی بیاد در اکاونتنت ان تکسس در اینجا بیا امروی ما شما یک کماند است بنامه جرنال جورنال ما گفته بودیم برام چی یاد میکنه اوریجینال بوک اف انتری با بار اول تو که در هر جای کویک بوکس یک ترانزکشن ریکارد میکنی در اینجا میای در جورنال ثبت میشنی اگر از طریق جان جورنال ریکارد کنی از طریق فروش سلز چی کنی از طریق مینوی کاستمر چی کنی از طریق مینوی وندر کنی کلش در اینجا درج میشه عادت هم اگر وقت میای کمپانی شما رو عادت میکنه چیکار میکنه میای میگه بیادر امروز اسناد تن بکشیم که چقدر آید به دست آوردین چقدر مصارفات است توتالش هم میبینه اونجا بازو اسناد میاد ده اینجا ده جورنال کلش هم رایزو مقایسه میکنه سل کویجا ترانزیشن نمبر 1 تاریخ تایم کل چیزا رو برای ما میگه مثلا امروز ما چی میکنیم تاریخ دست من انتخاب نمیکنیم تودی انتخاب میکنیم تودی برای ما میگه تو اینقدر ترانزیشن رو ریکارد کردی کدام ترانزکشن است میگه به تاریخ ترانزکشن نمبر 12 بود به اینمی تاریخ چه کار کردی پیرول اکسپنس پرداخت کردی 10,000 با کی با اسلام صافی از چی پرداخت کردی از کیش اکاونت پرداخت کردی از کیش اکاونت افغانی یا دلاری کی پرداخت کرد فرهاد پرداخت کرد باز چی کار کردی با سلام صافی باز پیرول اکسپنس پرداخت کردی باز چی کار کردی باز پیرول اکسپنس با دلاری پرداخت کردی از اکاونت چی حساب دلاری بود $500 که 92 ضرب کردی 46,000 افغانی میشه متوجه هستین با مو شکل باز چی کار کردیم باز میگه از کیش اکاونت که هستن د کیش اکاونت از ای ای بی بانک پیسہ اومده کیش اکاونت دبیت شده ای ای بی بانک چی شده
کریدیت شد چقدر پیسہ آمد 100,000 افغانی باز چیکار کری باز میگه لون پیڈ کری لون با کدام کمپنی پیڈ کری با ایکس وای زد کمپنی چقدر 200,000 افغانی این پیسہ را از کجا کردیم 160 ای بی بانک پرداخت کری 100,000 شا از پشتنی بانک پرداخت کری باز چیکار کردیم ترانزیکشن اخری را میگه باز با ای بی بانک لون پرداخت کری و این لون از کجا گرفتیم این که از اونر کنتریبیوشن کرده دا بزنس به شکل مکمل ترانزیکشن را شما بو نفر هر کس که هستا پرند میکنیم برای رئیس میگه بیادر که امروز مکمل حساب کتاب ما نمیس بیادر اگر کدام سوال داری باز بیا که جوابش بدم برد سوال دارین شما؟ سوال سر همین که ما امروز سیلم انجام بدیم بله یا وقتی که معلوم کنیم که چی قدر سلس یک دقیقه حال ما برد میگیم خب سلس خو یک چیز است که اگر تو میخواستی که معلوم کنی این ترانزکشن ها خواه هستا مشخص اگر تو میخواستی که فروشات تا معلوم کنی بیاد ریپورت د کمپنی فاینانشل د پروفیت اند لاس پروفیت د کجا نشان میده برای ما د اینجا نشان میده خب تاریخ امروز انتخاب کو چوری را که انتخاب کری برای ما میگه که ببخشید امروز سلس داشت ما او سلس مون در لود سلس پنجا نه نور تاریخ کنی که خب تاریخش تغییر کرده تاریخش انتخاب میکنه یک دقیقه ما میریم د مینوی کمپنی د اینجا میریم چه میکنم اون ترانزکشن را قبلی را پیدا میکنم سلس انکم بود نه سلس اکاونت اینجا میاد یک دقیقه یک دقیقه خودش پیدا این سلس کدام تاریخ هست تاریخ 17 است اینجا که اومدی ده اینجا ده ترانزکشن او رو خود امروز انتخاب کرده بود اگه متوجه شده باشی ده اکاونت این تاکسیس که اومدی ده جورنال بگو از تاریخ چی رو برای ما نشان بده یک دقیقه تاریخ 15 برای ما نشان بده کدام تاریخ بود 17 بود 15 بود تاریخ 17 اینجا مبدا انتخاب میکنی و ده اینجا چی میکنی 17 انتخاب میکنی این فقط اون سلس برات نشان میده چون اونجا ما توده انتخاب کرده بودیم ترانزکشن های امروز برای ما نشان میده گرفتی جا؟ 92,000 افغانی را آمده در کدام اکانت آمده؟ در HD اکانت آمده 92,500 ایچی سلس ما فروشات داشتیم در میمو چی نوشته کردیم؟ فروشات چیست؟ این مکمل فروشات مای فبروری است بخیر ساعت در سلس لیجر تلار شو هم مشکل است در لیجر ای تو را میشه بسیار گب خوب است در ریپورت که آمدی در اکانت تاکسیس در اینجا در لیجر بیا لیجر را ببین در کجا سمره ما شما جنرال لیجر در اینجا که آمدی حتی میتونی به اساس تاریخ و چیزها هم ترانزکشن ها رو شماری کنی در لیجر که آمدی بیا بگو برای ما لیجر چی رو نشان بدی آل انتخاب کو آل بگو لیجر فروشات سلس برای ما نشان بدی در پایین پایین بیا سلس هم برای ما شما می باشه سل کو اونر ایکویتی شده دراس ده بی بی ای دپارتمنت این سلس لیجر برای ما نشان میده که تو در سلس لیجر اینقدر یک ترانزکشن داشتی و از چقدر اماونت هست 92,500 افغانیست این در اینجا مکمل تمام ترانزکشن هایی که دبیت و کردیت شده لیجر هست اینجا هست صحیح است لیجر بخاطر چی استفاده میشه بخاطر کلاسفیکیشن این جنرل لیجر هست جنرل لیجر به این معنی که تمام لیجر اکانت ها در اینجا هست برای ما شما صحیح شد سوال است خب کسایی که درس گذشته را نگرفته فلش را خوب بیارن